هلو گایز، خیلی خوش اومدید به این ویدیو. علی اساسات هستم. تو این ویدیو می‌خوام بهترین مانیتور گیمینگ که با بودجه 500 دلار میتونید بخرید و بهتون معرفی کنم. یه مانیتور از برند گیگابایت، البته آروس گیگابایت، جدید اومده تو بازار، خیلی معرکه است. حالا مشخصات جلوتر بهتون میگم تو این ویدیو. حتما ویدیو رو تا آخر ببینید. می‌خوایم مانیتور رو آنباکس کنیم و اگه شد یه تستی بگیریم ازش. حتما تا آخر ویدیو با ما همراه باشید. خب قبل اینکه بریم سراغ مانیتور گیمینگ خفنمون، حتما چنل یوتیوب هم سابسکرایب کنید، لایک و کامنت یادتون نره و اینکه نظرتون درباره این مانیتور حتما تو کامنت ها بهم بگید. مرسی. خب بچه، مانیتوری که تو این ویدیو میخوام آنباکس کنم FI27Q مانیتور 27 اینچ کرو آروس گیگابایت، گفتم بهتون. رفرش ریتش 165، خیلی خوبه. رزولوشنش 2K، اون از اون بهتر. عرضم بزرگتون که روشنش 400 کاندلا، فریسینک جی سینک داره. کلا هر چی بگم کم گفتم دیگه. جالب این که با اینکه تاخیرش 1 میلی ثانیه است، پنل IPS داره. واقعا توی این مانیتور این نکته خیلی به چشم میاد که یه پنل IPS این ویژگی داره، با این روشنایی، با این دیلی و رفرش ریت و البته رزولوشن 2K. بریم ببینیم مانیتور. من خودم خیلی هیجان زدم که مانیتور باز کنم و ببینیم. امیدوارم که خوشتون بیاد. خب بچه‌ها، اینو که یادتونه دیگه، همکار من در آنباکسر قدیمی. پولمش اول باز کنی. خب هم از همکارم خدافظی میکنم. جعبه چیز داره زیادی گنده است برای مانیتور 27 اینچ، ولی امیدوارم چیز جالبی توش باشه. خب بذار اول چیزایی که میشه آورد بیرون رو بیارم بیرون. و کابل USB و HDMI و این چیه؟ این هم DP دیسپلی پورت. یا خدا اینا چیه؟ آه کابل برق دیگه. خطا بله، دونو کابل برق گذاشتن. خب اینجا چیزی نیست. خب صدای یومینیته، مدیونی داری فکر کنید مانیتور چیزی شده. خب بچه ها، حجم خیلی زیاده، جبر این گرفته بود، چقدر پایش گنده است. حتی وزن خیلی زیاده، جبرم مانیتوری. خب Now it's time. Down. خیلی کرو نیست. شاید بگم نه، کرو نیست. نکته جالب ترجمه اینه که کرو نیست. خب براتون بخونم. تاکتیکال گیمینگ مانیتور 165 Hz، گیمینگ اسیست و سایدکیک و ANC و اوف RGB فیوژن 2، دیسپلی HDR هم داره. این هم برچسب انرژیشه که تمام باید بکنیم دیگه. کندش آقای محترم. درجه انرژی 30 داره. خیلی خوب. خب بریم سراغ پایش. برای بس کردنش این هست سولاخ داره بچه. شبیه ایناست که بچه ها بریم سر نصب و راه اندازیش. پایش رو بیارم، همون گولاخه است، یه آرم آروس هم داره، 4 تا پیچ هم که داره دیگه برای نصب کردن پایه مختلف. برای من خیلی جالب بود پایش. اولا که خب یه دونه از این 4 تایی داره برای RGB، چون که
این آرم آروس هم RGBه و اینکه بدون هیچ پیچی خیلی راحت خیلی راحت وصل میشه. صرفا این که شبیه بومرنگه با یه پیچ بعد وصل کنیم که اونم کار یه دقیقه است. خب این از نصب و راه اندازی مانیتور آروس FI27Q ایشون هستم. یه بار دیگه مشخصات مانیتور رو میگم. 160 هرتز رزولوشن 2K 1 میلی ثانیه است، 400 کاندل با پنل IPS. همه اینا در کنار IPS بودنش خیلی واقعا توفیق میکنه. خب بچه‌ها بهتون گفتم 20 درجه میچرخه، 13 سانت بالا پایین میره و اینکه از همه جهات میچرخه دیگه. 90 درجه هم میشه برای دوستانی که عمودی کارن، عمودی کار میکنن و بذارید پشتش هم بهتون نشون بدم. آقا خب این که گفتم برند آروس RGBه، این هم همش RGBه. این هم بهتون بگم بچه ها برای خود کانفیگ خود مانیتور، کاستومایز مانیتور، نرم افزار جداگونه داره، یعنی با نرم افزار خود گاید آروس میتونید کاستومایز کنید نور و رنگ و این چیزا. انشالله روشن میکنیم یه نمای کلی از مانیتور میگیریم. خب امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه، حتما لایک کنید، مطمئن باشید که چند یوتیوب هم سابسکرایب کردین. مرسی که تا آخر ویدیو نگاه کردید. خدافظ.